به نام خدا، دوستان سلام. امروز در خدمت شما هستم با روش ارسال مقاله به مجله هایی که مربوط هستن به انتشارات اشپرینگر. خب ما میخوایم اول بدونیم اشپرینگر چی هستش، بنابراین تایپ میکنیم اشپرینگر و علاوه بر اینکه وبسایتش رو میبینیم، داخل ویکی‌پدیا هم توضیحات کلی در مورد اون به دست میاریم. ملاحظه می فرمایید که این انتشارات هم مقالات رو برای شما پابلیش میکنه و هم کتاب ها رو، برخلاف خیلی از انتشارات که یا صرفاً کتاب چاپ میکنن و یا صرفاً مقاله چاپ میکنن یا حوزه اصلی کارشون کتاب هست، یه تعداد محدود مقاله هم کنار کارشون دارن یا کار اصلیشون مقاله هست، یه تعداد محدود کتاب دارن، انتشارات اشپرینگر هم کتاب چاپ میکنه به مقدار بسیار زیاد تو حوزه‌های مختلف. تعداد خیلی زیادی کتاب چاپ میکنه. تعداد زیادی هم مقاله چاپ میکنه. مجله های مختلفی داره در فیلد های مختلف. اگر حوزه فیزیک رو ببینید، میبینید تعداد زیادی مجله داره که مقالات زیادی توی این مجله ها چاپ میکنه. اگر حوزه شیمی رو بررسی کنید، میبینید در حوزه شیمی هم به همین صورت. حوزه کشاورزی، حوزه پزشکی، حوزه مهندسی و و به این صورت. خودش آورده گفته کار ما، تجارت ما، بیزینس ما انتشارات هستش. بیشتر از 2900 تا دونه مجله و 200,000 کتاب را ما برای چاپ میکنیم و این فرصت را برای مؤلف ها، شرکا و مشتری ها فراهم میکنیم که از این امکانات استفاده کنند. امکان این که شما بتونید بخونید کتاب ها رو داخل سایتش آورده read and buy. You can read over 10 million scientific documents on Springer link. بعد حوزه هایی که آورده گفته 266,285 کتاب در فروشگاه ما وجود داره. فری ورلد واید شیپینگ گذاشته، یعنی هزینه ما برای ارسالش از شما، برای پستش از شما نمیگیریم. شیپ وقتی میشه با کشتی ارسال میشه. و شما میتونید هم با استفاده از حالا ویزا کارت، مستر کارت یا پیپل یا کارت های بانکی هم اینها را خرید کنید. یه چیز دیگه هم آورده، گفته که حالا علاوه بر این که شیپینگ ما برای اون هارد کپی هامون رایگان هست، شما میتونید کتاب های ای بوک ما رو، پایل های پی دی اف الکترونیکمون رو هم روی دیوایس های ما بخونید و داشته باشید، که حالا ما با اینها کار نداریم. اینجا هم حوزه های مختلف مربوط به این انتشارات رو آورده، مثلا گفته توی مهندسی پزشکی، توی علوم هوا و فضا، فضانوردی، هوانوردی، علوم اجتماعی، شیمی، آب و هوا، علوم کامپیوتر، علوم زمینشناسی، اقتصاد، زبان، آموزش، انرژی، مهندسی، علوم محیطی، حالا بحثای قضایی، جغرافیا، حقوق، علوم حیات و زندگی، مواد، ریاضیات، پزشکی، فلسفه، فیزیک، علوم محبوب یا پاپیولار ساینس، سلامت عمومی یا بهداشت عمومی، علوم اجتماعی، آمار و در مورد آب و کشاورزی هم که آورده که توی این حوزه ها ما هم کتاب داریم و هم مجله های مختلفی داریم. شما میتونید کتاب چاپ کنید، میتونید مقاله ارسال کنید و میتونید دسترسی حالا مقالاتتون رو به صورت اوپن اکسس هم ارسال کنید. میدونیم که اوپن اکسس یعنی اینکه مقاله رو وقتی که ما ارسال میکنیم، پس از اینکه پذیرش شد برای اینکه حالا چاپ بشه، هم به صورت پرینتی و همین که روی سایتشون قرار بگیره، شما به عنوان مؤلف هزینه اون رو پرداخت میکنید و اون شخصی که میخواد دانلود کنه رایگان دانلود میکنه. و
ولی توی بیشتر مقالات عرف این هستش که مؤلف رایگان مقاله رو ارسال میکنه، اونی که میخواد دانلود کنه هزینه رو واریز میکنه. تفاوت این دوتا این هستش که توی حالتی که اوپن اکسس هست، یعنی شما هزینه رو میدید، این امکان رو برای خواننده فراهم میکنید تا رایگان بتونه دانلود کنه. خب این یه حسن داره، اینکه وقتی که خواننده رایگان مقاله رو دانلود میکنه راحت تر هم دسترسی داره، میخونه و ارجاع هم راحت تر میتونه بده به مقاله. ولی وقتی که کاربر مجبور هست پول واریز کنه برای دانلود کردن یه مقاله، خب دقت بیشتری هم به کار میبره، ممکن است مقاله شما رو هم دانلود نکنه، بنابراین مقاله شما ارجاع کافی نخوره توی اینترنت و خیلی هم مطرح نشه. خب شرکای مربوط به اسپرینگر را آورده، کتابخونه ها، کتاب فروشی ها و جوامع مختلف هستند. سرویس هایی که این به شما خواهد داد و آخرین ایشوها در مورد جورنالش آورده، مثلا گفته جورنال ها از حروف A to Z، حالا حالت اسپرینگر اوپن، که شما این دامنه اسپرینگر اوپن را به خاطر داشته باشید، دامنه springer.com رو هم به خاطر داشته باشید. اگر جورنالی هست که ادعا میکنه مربوط به springer هست ولی دامنش springer.com نداره یا springer.open.com نداره، مربوط به این انتشارات نمیشه و بنابراین جورنال های فیک یا جعلی هستن. دقت کنید که مقالاتتون رو برای این جورنال ها ارسال نکنید، چون این ها جورنال ها مجازی هستن، یه سری صفحاتی هستن که به دروغ ایجاد شدن تا کلاهبرداری انجام بدن و متاسفانه هم هر روز آمارشون بیشتر میشه، بیشترین تعدادشون هم در حال حاضر تو کشور هند هستش. در مورد اسپرینگر ساینس و بیزینس مدیا توی سایت ویکی‌پدیا هم توضیحات مختلفی داده، گفته سال 1842 این انتشارات تأسیس شده، توسط جولیوس اسپرینگر هستش که کشور تأسیسش هم آلمان هست و مرکزش هم برلین هست و مربوط به شهر برلین است، فکر میکنم ایالت هایدلبرگ، و توزیع علوم، توزیع تکنولوژی، توزیع پزشکی و دارو، توزیع بیزینس، توزیع حمل و نقل و معماری فعالیت میکنه. مالکش هم اسپرینگر نیچر هست، سایتش هم springer.com هستش که توضیحات مربوط به اون را در اینجا برای شما آورده، در مورد اینکه الکترونیک پروداکتاش چی هست، اوپن اکسسش چی هست و نظیر اینها. خب من از اینها میگذرم، من دنبال این هستم که مقاله خودم رو به یک جورنال از جورنال های اسپرینگر ارسال کنم، بنابراین می نویسم اسپرینگر جورنال سجستشن، یعنی پیشنهاد بده به من، یا سجستشنر پیشنهاد دهنده به من که من به کدام یکی از این جورنال ها مقالم را ارسال کنم. این صفحه برای من میاد و من به نام پریپریشن، آماده سازی یک مقاله، من روی این کلیک میکنم گزینه اول. از صفحه‌ای که ظاهر میشه به نام پریپریشن، خودش گفته گزینه اول find the right journal for your manuscript، Springer Journal Suggester, Manuscript Preparation, Electronic Supplementary Material, Contact the Author Help Desk. اینا چی هستن؟ اولش گفته این که شما جورنال دقیقی که متناسب مناسب هست با اون نوشتتون، منیوسکریپتتون رو پیدا کنید. Detail Instruction رو آورده برای مؤلف و Informationی رو در مورد اهداف و اون حوزه‌ای که اسکوپی که قرار هست توی اون مقالاتشون باشه. اینجا جورنال ها رو به تفکیک رشته آورده، مثلا اگر شما رشته مهندسی باشید یا مثلا رشته فیزیک باشید، من باز میکنم اینجا به تفکیک جورنال ها رو آورده، گفته تو حوزه مهندسی بیشتر از 28600 تا کتاب داریم و بیشتر از 245 تا دونه جورنال داریم و بیشتر از 1250 سری هم پابلیکیشن داریم، که حالا بالاتر فیچرز جورنال ها را آورده برای شما، فیچرز بوک ها را آورده برای شما، قیمت ها را آورده، کتاب های ویژه و منحصر به فرد خودشون را آورده اینجا. خب شاید این خیلی به درد شما نخوره، بنابراین پیشنهاد میکنم اصلا این گزینه را نزنید، چه حالا در حوزه رشته های خودتون چه حوزه رشته هایی که من انتخاب کردم. من این گزینه اول رو میگذرم. پایین تر گفته اسپرینگر جورنال سجستر،
یعنی به شما یک پیشنهادی داره میده خودش، how it works، چگونه این کار میکنه. به این صورت است که شما کافیه روی گزینه Springer Journal Suggester کلیک کنید و بعد از صفحه‌ای که باز میشه مشابه توضیحاتی که در آموزش قبلی برای اینکه مقاله‌مون رو چجوری به ژورنال الزویر، ژورنال انتشارات الزویر ارسال کنیم دادیم، اینجا هم مشابه همون هست. شما مقالتون خب طبعا یک تایتل داره، یه ابسترکت داره و یه سری کیوردز داره. اگر اینجا پر کنید این سه تا فیلد رو، ژورنال هایی رو به شما پیشنهاد میده. من یکی از این مقالات خودم رو آوردم و مثلا Systematic Study of Linear and Nonlinear Properties of Photonic Crystal Fiber، من این رو آوردم و چه تایتل چکیده و در نهایت هم کلمات کلیدی رو کپی میکنم و هر سه رو داخل این سه فیلد قرار میدم. بنابراین با قرار دادن این سه، پر کردن این سه فیلد تکمیل میشه و میتونم سجست جورنالز ها را ببینم، یعنی پیشنهاد کنه به من چه جورنال های این رو بفرستم. میاد بر اساس کلمات کلیدی میگرده و جورنال های مرتبط با کار من را انتخاب میکنه. اولین جورنال پلاسمونیک هستش، امپکتش 2.14 هست. من توضیح بدم این را. خب جورنال یک تایتل، یک عنوان داره و یک ایمپکت داره. جورنال هایی که توسط شرکت تامسون رویتر نمایه بشن، یعنی رنگ ISI بگیرن، ساله اول که خب لیستت هستن، یعنی ایمپکت ندارن، به مرور زمان ایمپکت پیدا میکنن. ایمپکت چی هستش؟ فرض کنیم جورنالی 50 مقاله در سال 2006 چاپ کرده، 50 مقاله هم در سال 2007 چاپ کرده، سال 2008 گذشته و تموم شده، سال 2009 به این ایمپکت میدن. میان میگن 50 تای 2006 و 50 تای 2007 رو هم میشه 100 تا مقاله. تو سال 2008 به این دو سال قبل از 2008، یعنی 2006 و 2007 چند بار ارجاع شده؟ فرضاً 200 بار ارجاع شده. به 100 مقاله 200 بار، حالا یا مقالاتی که تو همون ژورنال میفرستادن یا ژورنال دیگه، چه ISI چه غیر ISI، 200 بار ارجاع شده به این مقالات. میان 200 را تقسیم بر 100 میکنن، میگن ایمپکت فاکتور این ژورنال 2 هستش. به این صورت ایمپکت میگیرن. خب بریم ببینیم اینکه خودش پیشنهاد داده. ما گفته اولی پلازمونیک باشه، دومی آپتیکال اند کوانتوم الکترونیکس باشه، سومی اپلاید فیزیکس بی، چهارمی فوتونیک نتورک کامیونیکیشنز. به همین ترتیب اومده تا پایین. ببینید بعضیاشون فقط نوشته اوپن اکسس، یکیشون رو. این چی اوپن اکسس؟ یعنی اینکه این همواره اوپن اکسس هست، یعنی مقالات باید آتر مؤلف پول رو بده، ولی اون بقیه آپشنال هستن. شما میتونید طوری بفرستید که برای شما فری باشه، کسی که دانلود میکنه هزینه رو پرداخت کنه. میتونید آپشنال خودتون انتخاب کنید، اگر گرانت داشته باشید یا اون پژوهانه رو داشته باشید بخواید پولش رو پرداخت کنید که اون جورنال اوپن اکسس باشه، یعنی پول رو شما بده کاربر رایگان دانلود کنه. پس اینا آپشنالن، هر دو تاش وجود داره، ولی در این حالت الزاماً به صورت اوپن اکسس هستش. ایمپکت فاکتورها رو قرار داده، میبینید که ایمپکت فاکتور مثلا نان لینیر داینامیک یه عدد خیلی زیادی هستش. غالبا ایمپکت های بالای یک ایمپکت های خیلی خوب محسوب میشن و ایمپکت های بالای 2.5 و 3 ایمپکت های بسیار عالی و وابسته به اون رشته مشخص میشه که کدوم ها کوالیتی 1، کوالیتی 2 و کوالیتی 3 دارن، مثلا در رشته شما چی باشه. خیلی خوب، اجازه بدید من چند تا از اینها رو باز کنم. مثلا سلکت جورنال اول رو بزنم. اگر سلکت جورنال اول رو زدید، همینجا گزینه سابمیت یور منیوسکریپت میاد. شما اگر روی این بزنید مستقیم میرید تو صفحه سابمیت کردن مقاله برای این جورنال پلازمونیک. حالا اگر من برگردم و این رو انتخاب نکنم، اول قصد داشته باشم که بدونم اون جورنالی که من انتخاب کردم چی هستش، بنابراین خودش رو باز میکنم اینها رو و
بعد توضیحاتی که در مورد این ژورنال ها هست رو یک نیم نگاهی بهشون میندازم و بعد تصمیم گیری میکنم. مثلا من ژورنال پلازمونیک رو باز کردم، ژورنال نسبتا خوبی هم هست و همونطور که اینجا ملاحظه فرمودید ایمپکت خیلی عالی هم داره، 2.14 هستش. خب اولین چیزی که میبینید، میبینید که ویراستار این ژورنال برای شما مشخص شده. مقاله نام ویراستار ISSN، اون پرینت ورژن خیلی مهم هست که شما بدونید این مقاله واقعا توسط شرکت تامسون رویتر نمایی میشه یا خیر. دوستان اولین چیزی که نگاه میکنید این آدرسه springer.com، خب دامنه که درست هست، پس خیالم راحت میشه که اگر جایی میخوام مقاله سابمیت کنم حتما، چون دامنه دو نفر نمیتونن یه اسم دامنه یکسان داشته باشن، پس تا اینجای کار همه چیز اوکی. حالا میخوام ببینم واقعا ISI هست یا نیست. خودش ادعا کرده هست. دو روش وجود داره. اول میایید تو سایت bio.xbio.com، توی این سایت اینتر میزنید، این صفحه برای شما ظاهر میشه. خب این صفحه صفحه کلی هستش که در مورد ژورنال های مختلف برای شما آورده شده. میتونید حالا یه اسلش بزنید و بعدش IF را انتخاب کنید، جورنال IF. حالا جورنالتون رو اینجا وارد کنید. اسمش چی بوده؟ پلازمونیک بوده. کلا اسمش تک اسمی هم بوده، خیلی جالبه. این شخص خدمت خیلی زیادی هم داره، چون من همین رو میزنم پلازمونیکس و سرچ میزنم. نتیجه که میاد این پلازمونیک اوله که به این صورت داره شما نتیجه رو میاره. ببینیم توضیحاتی که داده چی هستش. گفته Plasmonic Publisher peer reviewed articles that both advance and report on the knowledge and practice of the interaction of free material electrons plasma. حالا چیزی که حالا برای من مهم هستش این هستش که ببینم، ببین ایمپکت فاکتورش رو اینجا داده که دقیقا مشابه همون هستش که اونجا بود و نشون میده که این ژورنال ISI هستش. حالا ببینم کلمه اشپرینگر را نیورد، ولی حالا در همین اینجا ISSNش را داده 1557 پرینتیش، یعنی چاپیش، این مهمه. 1955 من میام توی این صفحه 1557 1955 که دقیقا مشابه این هست. این نشون میده که این جورنال جورنال ISI هست و ایمپکت هم داره. یه روش دیگه هم وجود داره. توی این روش شما میتونید بیایید و جورنال سرچ عرب ip-science.thomsonreuters.com، همین آدرس را اگر بزنید و میاد برای شما این آدرس را بزنید، سرچ میکنه که جورنال شما یا ISI هست یا خیر. من میام توی این صفحه و این ISSN را برمیدارم و توی این صفحه سرچ میکنم، میگم ISSNش رو وارد میکنم، حالا همون شناسهش یا شبکش مستر جورنال لیست رو انتخاب میکنم، همین بمونه و گزینه سرچ رو میزنم. اینجا برای شما میاره پلازمونیک با ISSN 1557 1955 مربوط به انتشارات اشپرینگر. این مقاله توسط شرکت تامسون رویتر تایید شده، نمایه شده و یک جورنال ISI هستش. خیلی خوب، پس خیالم جمع میشه که این جورنال جورنال واقعی هست و جورنال فیکی نیست. به دامنه ها نگاه میکنم و اصلا به ساختار سابمیشن مقاله. خیلی خوب، حالا بعد از اینکه این کار انجام شد و من این جورنال رو انتخاب کردم، مرحله فرا میرسه که شما بایستی بیاید و اسکوپ این جورنال را بخونید، ببینید آیا مرتبط هست با کار شما. سایت گفته مرتبط هست. خب ببینید الان آوردش، لود شد، در ادامه آورده که اسپید، این خیلی پارامتره. متاسفانه ایرادی که اشپرینگر داره سایتش اینه که این مرتب این صفحات ریفرش میشن. حالا اجازه بدید من توی یک مرورگر دیگه این رو تست کنم، ببینم توی مرورگرهای دیگه هم با همین مشکل ما مواجه هستیم یا خیر. توی گوگل کروم که این مشکل را داریم.
حالا تا ریفرش نشده من یه پرینت اسکرین از این بگیرم که بیارم ببرمش توی صفحه پینت، توضیحات مربوطه رو برای شما بدم. ببینید اینجا برای شما آورده، گفته اسپید، سرعت ژورنال 53 روز طول میکشه تا به مقاله‌ای که شما سابمیت کردید جواب بده. میانگینشه، یعنی متوسط روز از زمانی که شما سابمیت میکنید تا اولین جوابی که به شما میدن 53 روزه. خیلی خوبه، خیلی بازه کوتاهی از لحاظ کلی، یعنی کمتر از 2 ماه. ایمپکتش 2.2 هست. اگر مقاله شما اکسپت بشه 18 روز طول میکشه تا چاپ بشه برای شما این مقاله. و پارامترهای دیگه ای که دارم، مثلا ببین H5 ایندکس شده 23. این H5 ایندکس یعنی چی؟ این همه معنی دارن. یعنی اگر شما اینجا بزنید H5 ایندکس، به شما مفهوم این قضیه رو خواهد گفت. خب ببینید اینجا برای شما آورده، گفته H5 ایندکس یه اندیسی از H هستش که در نشون میده در 5 سال اخیر این مقالات به ماکسیموم H که دارن چنده. مثلا مقاله نیچر H5 شده 379، یعنی در 5 سال اخیر 379 مقاله داشته که حداقل 379 بار بهشون ارجاع شده. بعدی The New England Journal of Medicine که باز این مربوط میشه به پزشکی، 342. یعنی در 5 سال اخیر 342 مقاله داره که حداقل 342 بار بهشون ارجاع شده. این معنیش اینه، H ایندکس یعنی این، H5 ایندکس یعنی در 5 سال. خب حالا این برای این جورنال چند بود؟ عدد 23 هست. میگه در 5 سال اخیر 23 مقاله داره که حداقل 23 بار بهشون ارجاع شده. یه آیتم هست. حالا شما به راحتی میتونه اشخاص بزرگ را از صفحه مثلا از صفحات scholar.googleشون ببینید که اینو به چه صورت هم. مثلا آقای بنجامین اگلتون را که از سردمداران حوزه اپتیک و فوتونیک هست و استاد دانشگاه سیدنی هست، من باز میکنم، ایشون فیزیکدان هستش. اینجا میبینید سایتیشنش را داده، گفته کل سایتیشنش 24423 تا، یعنی کل مقالاتش تمام ارجاعاتی که اینجا زده جمع کنید 24423 خواهد شد. اچ ایندکسش 77. یعنی از اول تا الان هر چی مقاله چاپ کرده به چه صورته؟ 77 مقاله داره که حداقل 77 بار بهشون ارجاع شده. آی ده ایندکسش 382 هستش. یعنی آی ایندکس متفاوته. میگه 382 تا مقاله داره که حداقل 10 تا ارجاع خوردن. حالا بریم مثلا من برای خودم رو بیارم، حالا اونقدر چیز زیادی نیست ولی خب به هر ترتیب به این صورت هست، حالا خیلی هم قابل قیاس هست نیست. سایتیشن 57، یعنی 57 بار کل کارها ارجاع خوردن. اچ ایندکس 5، یعنی 5 تا مقاله دارم که حداقل 5 بار بهشون ارجاع شده. آی 10 ایندکس 3، یعنی 3 تا مقاله دارن که 10 یا بالاترین ارجاع خوردن. اینجا مشخصه، من سورت میتونم بر اساس ایر سورت کنم، میتونم سایت کنم، سورت کنم بر اساس سایتیشن. ببینید اینجا 1, 2 و 3 تا مقاله دارم که 10 تا یا بالاتر هستن. 5 تا مقاله دارم 1, 2, 3, 4 و 5 که 5 یا بالاتر ارجاع خوردن. پس این میشه اچ ایندکس. یعنی من 5 تا مقاله دارم که حداقل 5 بار ارجاع خورده. پس اینا آیتم هایی هستن که برای ما آیتم های مهمی تلقی میشن. خیلی خوب، از این پارامترها بگذرم. پس نشون میده این ژورنال ژورنال خوبی هست، آیتم هاش آیتم های خوبی هستن. ژورنال دیگر رو آورده، اپتیکال اند کوانتوم الکترونیک ادیتورش رو آورده، سردبیر رو آورده،
اون دبیر اجرایی رو آورده، اون قیمتی که شما باید بدید تا عضو بشید، مشترک بشید توی و برای شما این پرینت ها ارسال بشه. این یکی هم گفته 52 روزه جواب اولیه بهتون میدم، 15 روزه جواب دوم. بعضیاشون دارن بعضیا ندارن، ایمپکتش هم 9 هستش. اینجا اچ ایندکسش 13 بوده، قبلی 23 بود که ایمپکت اون 2 خورده میشد. حالا ژورنال بعدی اپلاید فیزیک بی هستش، اینجا میبینید نذاشته این را، چون این بعضی ژورنال ها خیلی منظم نیستن، بنابراین زمانبندی خاصی به شما نمیگن، ولی همینا هم حدودا 50 60 روزه بچه ها فرستادن جواب دادن اپلاید فیزیک. ژورنال بعدی فوتونیک نتورک کامیونیکیشن و الی آخر. خب بگذاریم از این، ما میخواییم یه مقاله ای رو برای این ژورنال ارسال کنیم. برای حالا هر کدوم از همین اپلاید فیزیک رو انتخاب کنم، روی گزینه سابمیت میزنم، روی ایمن اند پرپوز هم میزنم که اهداف ژورنال رو برای شما آورده. من حالا پرینت اسکرین میکنم چون این صفحه میره و اینجا میزنم. میگه Applied Physics was founded in 1973 by Lush and is one of the leading international peer-reviewed journal in the area of experimental and theoretical investigation in applied research. It is issued in two parts, Applied Physics A, Material Science and Processing and Applied Physics B, Laser and Optics. پس ما باید بفرستیم برای کدوم، چون کارمون اپتیکی بوده، خودش هم پیشنهاد داده Applied Physics B. Both parts appear monthly in issue of varying size. In addition, one extra issue is published quarterly to allow for topical issues. Four issues constitute one volume and four volumes are published per year. اسکوپ هاش رو گفته، مثلا گفته اپلاید فیزیک بی کاور میکنه این حوزه ها رو، لیزر فیزیک رو، لینیر و نان لینیر اپتیک رو، اولترا فاست فنومنا، اتو سکند فیزیکس رو، فوتو متریال دیوایسز رو، اپتیکال اند لیزر متریالز، کوانتوم اپتیکس اند کوانتوم انفورمیشن، لیزر اسپکتروسکوپی اند تا الی آخر. این حوزه ها رو آورده، شما نگاه میکنید ببینید به اسکوپ شما میخوره، چون اون سرچ پیدا کرد پس حتما میخوره، چون اون بهترین گزینه ها را داره به ما، 5 6 تا گزینه، گزینه‌ای که حتما میخوره به حوزه کاری ما. خیلی خوب، گزینه بعدی که شما ایم رو متوجه شدید میذارید روی گزینه ارزم حضورتون سابمیت آنلاین. من تا قبل از اینکه مقاله رو سابمیت کنید حتما اینستراکشن رو بخونید که مقالتون رو مطابق این دستورالعملی که خودش گفته استایلش رو قرار بدید. تا این صفحه باز میشه من برگردم توی این صفحات اضافی رو ببندم با اجازتون و بیام اینجا. گزینه سابمیت پیپر رو، سابمیت آنلاین رو که میزنید این صفحه برای شما ظاهر میشه. خب این صفحه چی هستش؟ شما یه یوزر قبلا ایجاد کردید یا قراره ایجاد کنید؟ اگر ایجاد نکردید رجیستر ناو میزنید، گزینه اوپن رو میزنید، صفحه برای شما باز میشه. الان بایستی رجیستر کنید. من یه بار دیگه بزنم اینجا. خب اینجا که صفحه باز شد، خب برای اولین بار یک نام خانوادگی، ایمیل ادرستون و ORC ID رو باید وارد کنید. البته سه گزینه اول اجبارن، سوم آپشنال هست، بهتره که وارد کنید. پیشنهاد میکنم از همین اول کار برید و این ORC ID رو به دست بیارید، فچ کنید، رجیستر کنید براش. مثلا من ندارم، اصلا نمیدونم این چی هست. روی گزینه What is ORC ID که بزنید به شما میگه که این یک کد که به صورت آلفا نیومریک هست، یعنی هم عدد هست هم کاراکتر هست داخلش، 16 رقمی هست، با این فرمت هستش. حالا به جای این صفرها اعداد و کاراکترها قرار میگیره. میگه پابلیشر از این، ناشر از این استفاده میکنن تا از هر گونه ابهامات در مورد نام و نام خانوادگی و ایمیل شما پرهیز بشه و بدونن که دقیقا شما کی هستید. این یک شناسه‌ای هست انحصارا برای شما، هیچ بهره و سودی هم دنبالش نیستن، فقط این شناسه را ژورنال های مختلف استفاده میکنن. انتشارات اشپرینگر، انتشارات تیلور اند فرانسیس، انتشارات الزویر، انتشارات نیچر، انتشارات IEEE و کلیه انتشارات مربوط به حوزه OSA Optical Society of America از این ID استفاده میکنن. ژورنال ها و پابلیشر های دیگه هم ممکنه استفاده کنن که معلومه حضور ذهن نداشته باشن. بنابراین سعی کنید همون اول کار برید این ID رو بگیرید. چه جوری؟ Fetch Register، روی این گزینه میزنید، همه چیز خیلی راحت هستش.
شما میاید توی این قسمت که زدید نامتون، نام خانوادگیتون رو، مشخصاتتون رو وارد میکنید و first name, last name, ایمیل، رینتر ایمیل و بعد در نهایت یه پسوردی قرار میدید برای خودتون، بعد کانفیرم میکنید اون پسورد رو، در نهایت هم من ربات نیستم رو میزنید و حالا این سوال رو جواب میدید. مثلا این سوال select all image with storefront، انتخاب کنید همه تصویرهایی که روبروشون مغازه است. خب طبعا این میتونه باشه، این میتونه باشه، این که نیست، این که نیست، اینم احتمالا هست، اینم هست، من چشمم نمیبینه، اینم هست، verify میکنید. مثلا حالا احتمالا من غلط انتخاب کردم، select all images of bodies of water such as lake or ocean، میگه همه تصویرهایی که بادی های از آب مشابه دریاچه و اقیانوس و اینجور چیزا رو داشته باشه انتخاب کنید. فکر میکنم همینا باشن دیگه. حالا این تیک میخوره، بعدم در نهایت این کانفیرم رو میزنید، میرید آخر صفحه و وقتی که کار تموم شد authorize رو میزنید. این authorize رو که بزنید میره برای شما این کد رو ایجاد میکنه و بعد براتون ایمیل میکنه. بعد وقتی ایجاد، حالا من مثلا میخوام لاگین کنم، میخوام یه مثلا مشخصه برای خودم بنویسم، مشخصه هم رو مینویسم و وقتی بزنم fetch کن، دوباره میام توی این صفحه و مشخصات رو وارد میکنم. گفته همه تصویرهایی که توشون بیلبورد هست انتخاب کنید. من دیگه نمیدونم تصویری که توش بیلبورد، شاید اینم یه عکس باشه، نمیدونم. خب تیک خورد، جا هم میزنید. حالا ارادی که گرفته، ببخشید من نباید چیز کنم، باید ساینین را میزدم چون داشتم. من ساینین را که بزنم، میلم رو اینجا انتخاب میکنم، چطوره دیگه لحظه ببینید الان این عدد رو برای من انتخاب کرد، این عدد رو من داشتم و با لاگین کردن این عدد اضافه شده اینجا. پس شما این آیدی رو داشته باشید دیگه خیالتون راحت هست که این آیدی مشخصه های کاری شما هست. اینجا هم براتون مشخصاتتون رو میاره که قبلا وقتی رجیستر کنید اینها رو وارد کردید، مقاطع تحصیلتون و میتونید خودتون برید و این اطلاعاتتون رو کامل کنید. خب حالا فرض کنید این کار تموم شد، اطلاعات رو وارد کردید، گزینه continue رو میزنید، مراحل رو دنبال میکنید و به اتمام که رسید یه ایمیل برای شما میاد، ایمیل فعال سازی هست، ایمیلتون رو باز میکنید و روی اون لینک کلیک میکنید. حالا من قبلا این کار رو انجام دادم، برمیگردم توی صفحه قبل و اینجا توی این صفحه که ظاهر شد، خب ایمیلم رو، آیدی رو و خودش توی اون ایمیل آیدی و پسورد به شما میده. من آیدی رو میزنم، پسورد رو هم که داده اینجا وارد میکنم، گزینه آتر لاگین رو میزنم تا وارد صفحه عضویت من بشه. خیلی خوب،
مشابه الزویر دیگه از اینجا به بعدش میمونه. سابمیت نیو منیوسکریپت، مثلا ما میخواییم یه مقاله جدید ارسال کنیم. انتخاب میکنیم regular paper، پیپرهای معمولی عمومی. فول تایتل، تایتل پیپرتون را اینجا بایستی وارد کنید. A systematic study of linear and non-linear properties of photonic crystal fiber. گزینه next را میزنیم. خب حالا خودتون و چون شما دارید سابمیت میکنید، فرض رو بر این گرفته که شما کارسپاندینگ آتر هستید، مسئول مکاتبات هستید. خب میتونید روی این بزنید، یک مؤلف دیگه اضافه کنید، یا روی این بزنید، یا بیایید اینجا روی این کلیک کنید. مشخصات مؤلف دوم را وارد میکنید. حالا هر مشخصه ای داره. اینجا اینستیتوشن خودش میشناسه مثلا. اگر اینو بزنید کارسپاندینگ، مثلا شما بزنید غیر از من، ایشون کارسپاندینگ آتره، میپرسه از تو، میگه اگر قرار هست ایشون کارسپاندینگ آتر باشه، مسئول مکاتبات باشه. وقتی که فایل پی دی اف ایجاد شد شما دیگه نمیبینید، خودش میتونه ببینه. پس اینو برش میداریم اینجا سیف میکنه و اجازه میده شما یه کاربر دیگه ایجاد کنید. این یه گزینه سیف میکنه و کلا پنجره رو برای شما میبنده. فرض کنیم که همین دو نفر هستن. گزینه نیکس میزنیم. اگر شما از جایی برای مقالتون فاند میگیرید، اینجا فاند بایستی اون مشخصات جایی که فاند میگیرید رو مشخص کنید. مثلا بچه هایی که از ستاد نانو حمایت میشن، بچه هایی که از مرکز تحقیقات مخابرات حمایت میشن و و و و از هر جایی حمایت میشن، اون فاندرشون رو که فاند میگیرن و اون اوارد نامبرشون رو یا اون گرانتی که میگیرن رو اینجا بنویسن و وارد کنن. حالا چون ما هدفمون این هستش که بنویسیم که فلان این مقاله تحت هیچ فاندی نیست و با از این شخصی کاملا انجام شده، میزنیم funding information is not available. نیکس میزنم و میام ابسترکت رو اینجا به من گفته، این چکیده مقاله رو برمیگردم روی مقاله و این چکیده رو کپی میکنم و فرض کنید اینجا وارد میکنم. گزینه نیکس میزنم. Select classification، خودش گفته Select classification is required for submission. میگه این میاد و این classification به ما و داوران کمک میکنه، به ادیتور کمک میکنه تا داور تو اون حوزه برای شما قرار بده. پس Select classification را قرار میدم مثلا توی حوزه هایی که مربوط هست به کار من، مثلا فایبر. ببینم داره، ببینم فایبر آپتیک داره، پس این را انتخابش میکنم، تیک میزنم اینجا و اد میکنم. دوباره مثلا ممکنه نان لینیر بخوام، ببینم چیزی پیدا میکنه. حالا با این نوعی نوشتم نان لینیر آپتیکس مثلا، این رو هم اد میکنم. حالا فرضاً همین دوتا سابمیت بزنم، این دوتا اضافه میشن و در واقع من دارم به ادیتور کمک میکنم که داور متناسب با این فیلد برای من قرار بده. گزینه نیکس رو میزنم و انتر کامنتس. اینجا که گفته کامنت هایی که شما دوست دارید تا ارسال کنید، مثلا بهتر همون کاور لترتون را اینجا قرار بدید، نامه ای که پوشش میده شما چه کار کردید. حالا من یکی از این کاور لترها رو باز میکنم که ببینید به چه صورت هست. حتی من این رو توی چیز مثلا، حالا این عبارت بعد از ریوایز هست، در مثلا پروفسور فلانی ادیتور ما تشکر میکنیم، ما این مقاله را با این فرمت خدمتتون ارسال میکنیم. اجازه بدید تا من یک کاور لتر بهتر باز کنم تا بتونم بهتر این توضیحات را خدمتتون ارائه بدم. مثلا ببینید در پروفسور، نام پروفسور، ادیتور این چف یعنی سردبیر ژورنال اپلاید مثلا فیزیکس، یا حالا این ژورنالی که قرار هست بفرستیم که همین هست. Please find the uploaded manuscript and title، عنوانش رو اینجا قرار میدید، میگید فایل آپلود شده ما رو بررسی کنید. این نتیجه اکادمیک ریسرچ ما هستش که تحت نظارت مثلا من و گروه هم انجام شده.
تحت بررسی حالا آکادمیکی که ما انجام دادیم، ما پیشنهاد کردیم یه همچین ساختاری و اینجا کلا کانکلوژنتون رو بهتر هست که قرار بدید که بگید ما در نهایت به چی رسیدیم و در نهایت هم اینه all in all روی هم رفته ما باور داریم که این دست نوشته به نوآوری کافی رو گارانتی میکنه برای شما و گارانتی میکنه نوآوری کافی رو برای پابلیش شدن این مقاله توی ژورنال شما. هم دقت کنید. We are looking forward your positive response. بعد مشخصات خودتون رو قرار میدید و اینجا رو من اصلاح کنم که همین الان این اصلاح بشه. اینجا هم می‌نویسه we are looking forward to your positive response. یعنی ما منتظر هستیم که خبرای خیلی خوش از شما بشنویم اینجور چیزا. در نهایت هم ارادتمند شما مشخصات ترجیحاً هم اجازه بده اساتید این کار رو انجام بدن ارسال مقاله رو چون تجربهشون خیلی کمک میکنه. حالا خب اگر خودتون شخصا کاری انجام میدید میتونید خودتون این کار رو هم وارد کنید. خب مثلا من این رو حالا کپی میکنم و میارم اینجا توی بخش کامنت ها. اجازه بده گویا کپی نشد. اینجا توی بخش کامنت ها قرار میدم اینجا گزینه نیکس رو میذارم. بعد suggest reviewer میخواد از شما. شما اگر مثلا داوری رو سراغ دارید که میشناسید که میتونه کمکتون کنه، ترجیح کسی باشه که باش کار مشترک نداشته باشه توی این چند سال اخیر، در حالی یکی دو سال اخیر، مشخصاتش رو وارد میکنید اینجا. حالا این اینستیتو خودش میشناسه، این شما میدیسید یونیورسیتی سن دانشگاه رو مورد کرد. دلیل هم میتونید بگید که مثلا صفحات هیئت علمی یا مثلا پلیسید بیلو لینکس، بعد زیرش صفحات هیئت علمیشون رو بذارید، حالا گوگل اسکالرشون رو بذارید و اول به همین صورت گزینه اد ریویور رو بذارید، ریویور اضافه میشه. هر چند تا ریویور میخواید وارد میکنید گزینه نیکس. میتونید تا اصلا وارد نکنید بذارید خود ادیتور، ولی خب بهتر این کار رو انجام بدید. شاید اگر 3 تا 4 تا داور بخوان انتخاب کنید، یکیش داوری باشن که شما پیشنهاد دادید و به هر ترتیب شاید اونقدر که داوری دیگه سخت میگیرن، داوری که شما پیشنهاد میکنید چون مقاله شما رو میبینه اونقدر سخت نگیره. در نهایت request editor ما برگردم یه مرحله عقبتر، من خیلی سریع از روی این گذاشتم. oppose reviewers یعنی اگر شما با یه داوری مشکل خصومت شخصی دارید، میخواید مقالتون برامون نره ارسال نشه، اینجا مشخصات شما وارد میکنید. خب خوشبختانه با کسی مشکل نداریم، میگذاریم از این. please choose ادیتور میتونید انتخاب کنید. اگر میدونید هر کدوم از این ادیتورهایی که اینجا هستن یک شناختی روشون دارید که مرتبط هم از کارشون با کار شما و سریعتر کارتون رو پیگیری میکنه، میتونید به اون سردبیر پیشنهاد کنید. ببینید هر ژورنال یه سردبیر داره، یه تعداد ادیتور داره، ویراستار داره. سردبیر کارش نظارت روی این ادیتور است. اگر شما پیشنهاد ندید خودش پیشنهاد میده. پس سردبیر میاد ادیتورها رو انتخاب میکنه، ادیتورها میان ریویورها رو یا داورها رو انتخاب میکنه و داورها در نهایت بررسی میکنه. خب ما حالا اینجا کسی رو انتخاب نمیکنیم چون نمیشناسیم اینا کی هستن. اجازه میدیم سردبیر خودش برای کار ما یک ادیتور قرار بده که اون ادیتور هم داورها. این فیلدی که ستاره داره فقط منیوسکریپت هست، یعنی مقاله شماست. پس چوز فایل میزنید و حالا میایید از این مثلا از این آدرس مقالتون با هر ترجیح هم فایل ورد باشه، حالا داک باشه بهتر از داکس هستش، ولی خب حالا مثلا ما یه مقاله انتخاب کردیم. اینجا ثبت میکنید تا این آپلود بشه. اگر فایل بعد از این آپلود شدن هر کدوم از این فایل ها هم فیگرها، تیبل ها، فیلمی چیزی داشته باشه میتونید آپلود کنید اینجا، ولی خب حالا غالبا تو این مرحله ما چیزی نداریم که آپلود کنیم. خب ببینید الان آپلود شد و شما میتونید از این گزینه دانلود فایلتون رو دانلود کنید. خب من این کار انجام نمیدم، اسمش، سایزش و مشخصاتش اینجا هستن. گزینه
حالا اگر تعداد زیاد باشه میتونید ترتیبش رو هم با آپدیت فایل اوردر مرتب کنید و از این میگذرم، گزینه نیکس رو میزنم تا بره به صفحه بعد و به شما بگه که فقط یه دونه منیوسکریپت دارید، تیبل، فیگر و هیچ فایل دیگه ای ندارید. میگیم خیلی خوب، بیلد پی دی اف فور مای اپروال، این گزینه رو کلیک میکنیم تا از همه اطلاعاتی که ما وارد کردیم یه فایل پی دی افی ایجاد کنیم. وقتی ایجاد کرد یه ایمیل به ما میزنه، میتونید روی اینجا اصلا نمای گزینه بک رو بزنید، به هیچ وجه پلیز دو نات کلیک د بک باتن، سابمیشن ویتینگ فور د آترز اپروال. حالا شما بایستی این رو کلیک کنید، مشابه ازدویه روی اینجا بیاید، اول ویو سابمیشن رو میزنید ببینید که آیا ایمیلش هم اومد و روی این گزینه کلیک میکنید ببینید که اون فایل پی دی افی که درست کرده و شما ببینید آیا درست هست یا خیر. اگر درست نیست برید و دوباره اصلاح کنید. میبینید که فایل ورد رو چسبون به اون فایل پی دی اف، در نهایت همه رو در قالب یک فایل کرد و برای ما اینجا قرار داد. خیلی خوب، من این رو میبندم، همه چیز درست شد و هیچ ایرادی وجود نداره. برمیگردم توی همین صفحه‌ای که داشتم، اجازه بدید کنم استمش، این هم صفحه دانلود هست، من برگردم به گزینه بک بزنم. خب ببینید اگر دیگه تایید شده است، اینجا دو تیک تو الزویر، اینجا یه تیک با این میزدی تو اینجا تیک نیاز داره، گزینه اپروف سابمیشن رو که بزنید، مال این رو اگر کلیک کنیم مال ارسال میشه. حالا شما هدفم این نیست که این رو کلیک کنم، نگرانم شد ریفرش شد من کلیک نکردم، گزینه اپروف آساب میشه و اگر بزنم تایید شده و میره دست داور دیگه، ویراستار دیگه. من حالا ریمووش میکنم و یک مقاله‌ای که قبلا سابمیت کردم اینجا رو خدمتتون ارائه میدم. برمیگردم به همون میل منو، اینجا میبینید که حالا اگر اون اپروف رو میزدید یه همچین حالتی برای شما پیش میاد، مربوط میشه به این مقاله که قبل از این ارسال شده. روش که کلیک بکنید یک همچین حالتی پیش میاد، شما میتونید ویو کنید اون مقاله‌ای که ارسال کردید و به این صورت مثلا تاریخ برای شما زده میشه و میگه در حال حاضر در دست ادیتور هستش. بعد از این مرحله وید ادیتور میشه آندر ریویو و بعد از این که ریویو و ریویوش رو انجام داد به شما پاسخ مربوطه برمیگرده. فقط من این رو توی خیلی کوچیک اضافه کنم، توی حالا فرض کنیم مقاله رو فرستادیم، یک مدتی گذشت، داوریش کردن، نظراتشون رو برگردوندن، شما نظرات رو ارسال روی مقاله اعمال کردید و دوباره مقاله رو سابمیت میکنید توی ژورنال. خب اگر مقاله رو سابمیت کردید یک نامه برای اون ادیتور می نویسید، به این میگن کاور لتر، پوشش دادن خود اون مقاله با یک نامه پوششه که چی کار کردیم. مثلا سلام علیک میکنید در پروفسور، حالا سلام که اونم ندارن توی نامه هاشون، در پروفسور مثلا کلی سیکشن ایدیتور آف اینترنشنال جورنال آف لایت اند الکترون اپتیکس، اینجوری نوشتیم: Thank you for your email dated June 28 in regard to your decision about reference number in title. باز هم تایتل مقاله. We would also like to thank the learned reviewers for their positive attitude about the manuscript and their valuable comments and recommendations that were certainly enhanced the outcome of the investigations. We have studied the reviewers' report carefully and revised the manuscript according to their comments and complied with their recommendation wherever possible. The changes are marked in green, blue, red, and orange in the revised manuscript. Beside the clean doc version of the revised document is also uploaded. چی گفتم اینجا؟ اول که تشکر کردم، بعدم گفتم ما قدردانی میکنیم از اون داورانی که خیلی آگاه بودن، توضیحات خوب دادن، تغییرات مارک شده، مشخص شده توی مقاله با رنگ‌های سبز، آبی، قرمز و پرتقالی، حالا نارنجی میشه دیگه، توی ریوایز منیوسکریپت ما. در کنار اون ما یک کلین داکیومنت، یه مقاله پاک هم دادیم، یعنی که رنگا رو همه رنگا سیاه هستن، این دو ورژن مقاله برای شما سابمیت کردیم، یکی با این رنگ هست که اینا نشون دهنده تغییرات هستن، یکی هم معمولی هستش. بعد من این پایین تر سوال داورا رو یکی یکی نوشتیم: ریویور یک comments to the author and author responses. author responses آبیان که ما جواب دادیم، مشکی این چیزایی که داورا نوشتن، مثلا نوشتم دان، انجام شد، این سوال رو پرسته، نوشتم انجام شد. Please see the last paragraph in page 10 marking green
and added figure 5 in page 11. گفتم لطفاً آخرین پاراگراف رو تو صفحه 10 ببینید که با رنگ سبز مشخص شده و شکل اضافه شده شکل شماره 5 رو هم تو صفحه 11 ببینید. من یه توضیح کوچولو دادم. شکل 5 مثلا نشون میده تلفات سیلیکا رو، توتال لاس رو و الاخر. سوال دوم دوباره جواب دادم، گفتم انجام شد، لطفاً ارجاع میدم شما رو به پاراگراف اضافه شده و جدول 2 و 3 و 4 اضافه شده شکل 9 و 10 و مارک شده به رنگ آبی. بعد گفتم بعدی به رنگ سبز، بعدی دوباره آبی، همینطور نوشتم آخری قرمز. این داور اول. داور دوم رو هم به همین صورت پاسخ دادم. این responses to reviewer cover letter که به اصطلاح فرقی نمی‌کنه، هم میگن cover letter، هم ممکنه بگن rebuttal letter، هم بگن responses to the reviewers. این فایله. این فایل رو مقاله ریوایز شده با این رنگ ها و مقاله اصلی، به اضافه این که اگر مد نظرتون باشه تیبل ها، فیگر ها و هر چیزی که هست، همه و همه رو میاد تو سایت مجدد آپلود میکنید و ارسال میکنید و کار ریوایز کردن رو انجام میدید. میستید ببینید آیا ادیتور میپذیره یا دوباره میاد شما میخواد که یک بار دیگه اگر قانع نشد با اون جواب ها و تغییراتی که شما دادید بازبینی رو انجام بدید. امیدوارم که تونسته باشم حالا خیلی سریع و مختصر مطالبی که لازم هست رو خدمتتون انتقال بدن. از دانشجویان عزیز به جد خواهش مندم که توی نوشتن مقالات خیلی دقت کنید، سعی نکنید جملات رو از جایی کپی پیست کنید چون ممکنه خودتون و استادتون ناخواسته بلاک لیست بشید. خواهش دیگه این هستش که اگر اساتید این زحمت رو بکشن خب خیلی نتیجه بهتری داره چون تجربیاتشون بیشتر هست. و از دانشجویان عزیز هم خواهش میکنم اگر برای اصلا میتونن از اساتیدشون کمک کنن، هرگز این کار را توی حداقل دفعه اول خودشون تنها نشینن پشت کامپیوتر این کار را ببرن تا آخر، چون این وقتی مقاله ای سابمیت میشه میره با نرم افزارهای مختلفی چک میشه، بررسی میشه، ببینن چند تا پاراگرافش کپیه، چند درصد کپی برداری بشه، ممکنه بعضی موقع تبعات بدی داشته باشه، به خصوص برای ماها که زبان انگلیسیمون در سطح نیتیو ها نیست و ممکنه جملاتی که استفاده میکنیم بعضا پیش بیاد که از داخل مقاله استفاده کنیم، بنابراین تغییرات لازمش اعمال بشه. خب شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.